سلام خوش اومدید به اپیزود 128 ام پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. خب این هفته هم آقا افشین برگشته به عنوان تهیه کننده یه, یه سوالی برای یکی از کاربرا پیش اومده بود که گفته بود آقا افشین برای چی داره هزینه میکنه برای این پادکست ما در جواب به ایشون عرض کردیم که یه شاید فکر میکنم عنوان تهیه کننده یه ذره شاید واضح نباشه تهیه کننده تو پادکست و کلا تو این تو رسانه به اون معنی سرمایه گذار نیست کسی نیست که لزوما داره پول میذاره اونجا حالا بر آقا افشین رو که ما مثال بزنیم آقا افشین وقتی میگیم تهیه کننده یعنی اون متن و یادداشت هایی که ما از روش باید اجرا بکنیم و بخونیم و پادکست رو پیش ببریم رو آماده میکنه اصلا نظارت میکنه به ضبط کارهای فنی ضبط رو میکنه بعد میشینه ادیت میکنه همه موزیکا رو درست جا، جای جایی درست میذاره اون کلیپ هایی که باید باشه رو میذاره ادیت و در نهایت هم پیگیری کارای مثلا ساختن کاور هاست بعد آپلود میشه بعد توییت توییت یا چیز توضیحات سوشال میدیا هم، همه چی تقریبا جز اجرا رو آقا افشین داره یاد نظارت میکنه بر تولیدش یا خودش داره انجام میده این معنی تهیه کننده است و خلاصه این زحمتیه که آقا افشین برای ما میکشه مدیر کل پادکست فکنامه است دیگه داره. همه کاره پادکست درسته آره اینم بگیم آره هفته پیشم تشریف نداشت حالا این هفته تشریف داره در خدمتشونیم خب بریم این هفته یه ذره بیشتر از هفته قبل ما چک داره فهم کنم حدود 6 تا یه فکچک ورزشی هم داریم که با مزه است درباره حسین رزازاده که میرسیم بهش یکی دو تا هم درباره گفته های علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی در مراسم حالا به مناسبت هفته دولت توضیح کوتاه هم که بخوایم بدیم درباره فکنامه اگر کسی نمیشناسه فکنامه سایت فکچکینگه که ما گفته ها و موضوعاتی که در رسانه های ایران از طرف مسئولین یا از طرف کلا رسانه و شبکه های اجتماعی مطرح میشه رو درستی سنجی میکنیم و بهش نشان میدیم یه توضیح دیگه هم این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه خب اتفاقای جدیدی افتاده باشه اخبار جدیدی مطرح شده باشه و موضوعاتی بیاد که طبعا ما تو پادکست بهشون اشاره نکرد فکچک های نفته رو با مرور دو تا فکچک اقتصادی شروع کنیم این روزها به مناسبت هفته دولت طبیعی بود که گزارش ها و اعداد و ارقام مختلفی به عنوان عملکرد دولت اعلام بشه هم سایت های خبری هم حساب ها تو شبکه های اجتماعی حجم زیادی عدد و رقم منتشر کردند که ما تونستیم تو این هفته حالا دو تا از گفته های ابراهیم رئیسی و علی خامنه ای رو بررسی کنیم اولی مربوط میشه موضوع رشد صادرات در دولت فعلی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد و اون یکی هم مربوط میشه به ابراهیم رئیسی که آماری رو درباره نرخ تورم ارائه کرد اول میریم سراغ سخنرانی رهبر مثبتی که در زمینه اقتصاد افتاده تو اون پنجا مورد هست تعداد محدودی از اونها را عرض می رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت کاهش ضریب جینی رشد قابل توجه صادرات کالا ما رفتیم سراغ این صحبت رشد قابل توجه صادرات کالا این موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیسی و اعضای هیئت دولت مطرح کرده بود تا یه نکته با مزه اینه که تو رسانه ایرانی میگن می دیدار رئیس و اعضای هیئت دولت با رهبر <applause> <تصفح> نه رهبر <تصفح> با اون نکته ریزیه آره <تصفح> یه نکته ریزیه که این همیشه آدم حواسش نیست ولی همیشه دقت میکنن که دیدار رئیسی و فلان با رهبر دیدار مردمه نو هم چی چی مثلا نظر فلانی به نظر من نزدیکتره اینا هم چیزای ریزیه <تصفح> <تصفح> که تو فلانی به... ایران رایت میشه <تصفح> آره. آه. حالا بگذریم موضوع جدیدی هم نیست این بحث رشد قابل توجه صادرات کالا بارها تو فکنامه هم بهش اشاره کردیم خود رئیسی هم این رو گفته بود گفته بود رشد چل درصدی کالاهای غیر نفتی داشتیم که اون از ما نشان گمراه کننده گرفت یا اینکه گفته بود دولتش رکورد 40 ساله صادرات رو شکسته که به اون اتهام نشان گمراه کننده دادیم حالا بیشتر صحبت می‌کنیم که چرا این صحبت رهبر جمهوری اسلامی هم از ما نشان گمراه کننده گرفت خب این مسئله ای که باید دقیق بهش بپردازیم یه دور عددار و آمارا رو با هم مرور میکنیم مسئله اگه بخوایم خلاصه بگیم اینه که این جمله رو یکی که میشنوه از فکر کنیم از خلا اومده باشه همین الان برسه بهش بگن که صادرات غیر نفتی رشد داشته فکر میکنه که واقعا صادرات زیاد شده و اینها ولی در واقعیت اینه که صادرات میزان صادرات در دولت رئیسی هیچ رشدی که نداشته هیچی یه مقدار محدودی کمتر از دورهای قبلا شده و اون چیزی که باعث افزایش ارزش صادرات شده افزایش قیمت جهانیه کالای پتروشیمی نفت اینا گرون شده قیمتش در نتیجه ارزش صادرات هم بیشتر شده حالا نکته با مزه و حالا قابل توجه این فکت چک اینه که آقای خامنه ای در زمانی داره این ادعا رو مطرح میکنه که جدیدترین گزارش گمرک اتفاقا نشون میده ارزش صادرات پنج ماه نخست امسال اتفاقا 9 درصد کمتر از پنج ماه نخست سال قبله. یعنی کم شده اما در واقعیت این ارزش کالا یعنی میزان صادرات کم نشده حجم صادرات اتفاقا زیاد شده 27 درصد بیشتر شده اما چون حالا قیمت مواد نفتی محصولات پتروشیمی اومده پایین درش ارزش کم شده ما به, به, همین نسبت که این رو نشانه نقطه ضعف دولت نسبت به پارسال نمیدونیم اصلا حالا نقطه ضعف کلی رو نمیگیم آقا صادرات نسبت به پارسال کم شده به همون علت نمیگیم که صادرات سال 1401 که سال اوله به تعبیری دولت رئیسیه خیلی بیشتر از صادرات 1400 حالا به هر حال تکیه آقای خامنه ای رسانه های عوادار دولت مقام های دولتی همش روینه که میگن آقا سال 1401 سال گذشته ارزش صادرات غیر نفتی 10 درصد رشد داشته ولی وقتی که ما میریم عدد ها رو دقیق نگاه میکنیم میبینیم که صادرات بیشتر نشده بلکه یه مقداری کمتر هم شده خیلی کم البته 3 دهم درصد وزن صادرات حجم صادرات کم شده اما چون قیمت ها رفته بالا خب ارزش هم طبیعیه که رفته بالا وگرنه از نظر وزنی از نظر حجم صادرات نه تنها هیچ تحول مثبتی اتفاق نیفتاده که میبینیم یه مقداری کاهش هم هست هنوز از سال 98 یعنی قبل از همه گیری کرونا و اینها عقب تریم و به هر حال طرح این ادعا که بیان بگن که افزایش صادرات نشانه یکی از موفقیت دولت خب گمراه کننده است این با همون استدلالیه که در موارد مشابه هم... نشان گمراه کننده دادیم این نشان ها هم حالا ما تو توضیحات پادکست اگر آشنا نیستید با تعاریف این نشان هایی که ما بهشون اشاره میکنیم اونجا در توضیحات پادکست یه لینک داره که میتونید ببینید پس اینا اومدن گرون شدن مواد پتروشیمی رو به عنوان افزایش صادرات معرفی کردن در حالی که خب فقط قیمت رفته بالا بله درسته کاملا درسته این دقیقا یعنی یه چیزی که یک جای دیگه یه اتفاق افتاده یک دلیل دیگه داره اینا بر... به نام خودشون به اسم خودشون دارن صورت حساب میکنن درست حالا به جز مسئله صادرات تو این روزا درباره تورم هم ادعاهایی مطرح شد یکی از این مهمترین اونها رو ابراهیم رئیسی میگه وضعیت تورمی قریب 60 درصد تبدیل شد به 46 درصد فعلی قبلا هم در میزان کمتر خب ما به این گفته نشان نادرست دادیم دلیلش رو هم رضا اگه میشه توضیح بده که چرا این گفته ای ابراهیم رئیسی نادرسته خب این بار هم این اولین بار نیستش که آقای رئیسی چنین ادعایی رو مطرح میکنه دقیقاً نمونش چندین بار خود رئیسی گفته مقام های دولتی گفتن رسانه های هوادار دولت نوشته کیهان نوشته روزنامه ایران نوشته توی همه این روایت ها میگن که تورم از 60 درصد به 40 درصد از جمله پارسال دقیقا همین روز یعنی 8 شهریور 1401 هم عین همین جمله رو آقای رئیسی توی همین کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران داشت گفته امسال هم گفته حالا گفته تورم از 60 درصد رسیده به 46 درصد و قبلش هم به چل درصد خب ما اینو قبلا هم بررسی کردیم رفتیم خب اینا رو با آمارهایی که هست با داده هایی که در دسترسه با داده هایی که خود دولت متولی تهیهشون هست و به عنوان آمار رسمی منتشر میشه خب اومدیم مقایسه کردیم این آمارها نشون میده نه تنها کاهشی در دوره آقای رئیسی اتفاق نیفتاده بلکه رکورد بالاترین تورم چه تورم نقطه به نقطه چه تورم دوازده ماهه یا سالانه تو همین دو سال فعالیت دولت رئیسی ثبت شده این بالاترین نرخ دواز... تورم دوازده ماهی که مرکز آمار ثبت کرده 49 و یک دهم درصده که مربوط میشه به ماه اردیبهشت 1402 یعنی همین چند ماه پیش و بالاترین نرخ تورم دوازدهمایی که در دولت روحانی ثبت شده میشه حدود 46 درصد یعنی میشه که مال آخرین ماه فعالیت هم. یعنی دقیقا در آستانه تشکیل دولت رئیسی و تحویل دادن دولت خب ما میبینیم که نه تنها کاهش اتفاق نیفتاده بلکه آمارای مرکز آمار نشون میده که تورم بیشتر هم شده به غیر از اون تورم نقطه به نقطه هم حساب بکنیم باز هم همینه یعنی وضعیت اینه که باز قله ای که دولت ابراهیم رئیسی تو این دو سال اومده و زده همون فروردین اوایل بهار 1400 تورم 56 درصدیه در دوره دور روحانی که خب خیلی وضعیت خوب قابل تعریفی هم اونم افتضاحه اونم در اردیبهشت 98 تورم نقطه به نقطه 52.1 درصد ثبت شده یعنی به هر حال ما میبینیم که تو همین ماهای اخیر ماهای منتهی به همین نشست مطبوعاتی آقای رئیسی رکورد تورم در دوران دولت قبلی شکسته شده و این ادعا قطعا نمیتونه درست باشه و این سال پیش هم همین،, همین, رو گفتن و ما اونجا بهشون نشان گمراه کننده دادیم چطور شد که امسال شد دادنا درست؟ به خاطر اینکه پارسال ادعایی که مطرح شده بود استناد کرده بود به یک آمار منتشر نشده ای از بانک مرکزی که اون موقع آقای خاندوزی وزیر اقتصاد یه توییتی منتشر کرد یه تصویری نشون داد از آمارهای بانک مرکزی که به صورت عمومی منتشر نمیشه حالا داخلی منتشر شد اینو اومدش اینجوری اعلام کرد بر این اساس دیدیم عدد میخونه ولی ما اون موقع بهش نشان گمراه کننده دادیم چون طبق قانون طبق تاکید خود دولت طبق قانون برنامه توسعه و چند تا قانون دیگه مرکز آمار در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم در ایرانه و خود دولت هم تاکید داره که هیچ جای دیگه ای نباید این آمار رو منتشر کنه و منتشر هم نمیکنن آمار بانک مرکزی خیلی پراکنده خیلی شلخته منتشر میشه ولی با این حال با توجه به اعتباری که آمارهای اقتصادی بانک مرکزی داشت ما دفعه پیش نشان گمراه کننده استفاده کردیم چون واقعا ایجاد گمراهی میکرد این بار اما مسئله حتی این ادعای آقای رئیسی با همین آمارهای پراکنده ابراهیم رئیسی هم نمیخونه ببین عدد آخرین آماری که از بانک مرکزی هستش مال اردیبهشت 1402 که اختلاف خیلی قابل توجهی داره با مرکز آمار 6 واحد درصد از آمار مرکز آمار بیشتره یعنی حدود 15 درصد نسبتش فرق داره با آماری که مرکز آمار داده خب اونجا ما این اختلاف رو میبینیم بعیده که به این عدد 46 درصد برسه این 46 درصدی که ابراهیم رئیسی گفته آماریه که مرکز آمار اعلام کرده توی مرداد ما یعنی حالا بخوام ساده بگیم گم نشیم لابلای این عددا آقای رئیسی اردشی یه 60 درصد رو از یه آمار منتشر نشده بانک مرکزی گرفته یه 46 درصد رو از مرکز آمار گرفته اینا رو اینجوری با همدیگه قاطی کرده یه چنین گزاره یه گفته عملا یعنی حتی از مرحله گمراه کننده هم گذشته این چیزی که داره میگه به خاطر مخصوصا اختلاف قابل توجهی که آمارای بانک مرکزی و مرکز آمار دارن این نمیتونه یه مقایسه کاملا نادرستی و در نتیجه اینجا دیگه اصلا دیگه از گمراه کننده میگذره باید بهش نشان نادرست می‌دادیم. من نمیدونم قبلا تو پادکست درباره این حرف زدیم نه خیلی فکر کنم الان وقت خوبی باشه که یه توضیح بدی که چرا این اختلاف آماری وجود داره بین این دوتا نهاد رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار چرا شو نمیدونیم خیلی اتفاقا عجیبه میدونید دلیلش البته که مرکز آمار یه بار اومد یک گزارش خیلی مفصلی منتشر کرد یه متنی رو منتشر کرد که توی اون توضیح داد که آقا ما سال پایمون با هم فرق میکنه سبد خانوار ما فرق میکنه ما روستاها رو هم در نظر میگیریم بانک مرکزی فقط محدوده شهری رو در نظر ما تعداد قلم ها فرق میکنه قلم هایی که قیمت گیری میکنیم ام. از این حرفا روششون در واقع میگه که روش جمعوری فرق میکنه از این حرفا ولی واقعیت اینه که این اختلاف حتی اگه این روش فرق کنه دو تا مرجع آماری آخه یکی نرفته توی مثلا یک کشور دیگه بگیری یکی توی کشور همه تو ایران دارن قیمت گیری میکنن حتی اگه این باشه این اختلاف آماری نباید انقدر زیاد باشه این خیلی عجیبه ما اختلاف آماری که داریم صحبت میکنیم یه مقاله ای پایگاه دادهای باز ایران منتشر کرده که ابعاد این اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی چقدره توی اونجا ابعاد اینا رو اندازه گیری کرده بود که نوشته حالا تورم بعضا تا سی درصد اختلاف داره یعنی یک سوم تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه بیشتر از مرکز آمار ایرانه یا توی روش... توی تولید ناخالص داخلی توی تولید ناخالص داخلی ببین یه چیز حسابداریه میخوام بیام بگم بیان ارزش چیزی که تولید شده در یک سال کل اقتصاد چقدره یه کار حسابداری دو تا مرجع آماری اومدن از یک چیز واحد حسابداری کردن قیمت جاری به دست آوردن دو میلیون میلیارد دو،, دو, میلیون میلیارد تومن اختلاف داره یعنی یک سوم ما هم اختلاف این خیلی اختلاف عجیب غریبیه آه. که واقعا دلیلش رو ما نمیدونیم چرا آیا ممکنه دستکاری آماری باشه ممکنه آیا ممکنه اشتباهات ابتدایی در محاسبات و اینا باشه یعنی اینا درست حساب کتاب نکنن بله ممکنه اینا همه احتمالش هست ممکنه ما واقعا دلیلش رو نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم اینه که این اختلاف به شکل بسیار زیادی بسیار قابل توجه زیاده و عجیب غریبه این واقعا آدم سر در نمیاره که چرا یه و اعتبار هر دو رو هم زیر سوال میبره آقا فراد از این فکچک های اقتصادی بیایم بیرون بریم سراغ فکچک های یه عمومی تر و یه فکچکه خیلی جالب داریم که اتفاقا این هم از ابراهیم رئیسیه یعنی ما از آقای رئیسی هنوز با, با ابراهیم نمیم. رئیسی کار داریم آره هنوز با, با آقای رئیسی کار داریم یه گفته ای رو یه ادعایی رو توی سخنرانی به اسم نشست با علما و نخبگان اهل سنت مطرح کرد درباره تعداد مساجد مراکز علمیه پایگاه نماز جمعه اهل سنت که ما اونو فکر چک کردیم و بهش نشان نادرست دادیم هزار مسجد و پایگاه مذهبی فعال وجود داره در کشور به همدلله امروز 450 مدرسه علمیه فعال وجود داره در بخش های مختلفی در کشور 2900 پایگاه نماز جمعه و اجتماعات گسترده وجود داره و دوازده هزار امام جماعتی که مردم از فیض نماز جماعت بهرمند باشن خب الان صدای ابراهیم رئیسی که شنیدیم اونجا البته توی این جمله اشاره نمیکنه به اهل سنت اما توی برها زمینه صحبت درباره موضوع اهل سنت هست اصلا نشست با علمای اهل سنت هست. و اینکه رسانه هایی که منتشر کردن خبر این رو از جمله سایت رسمی ریاست جمهوری همشون از قول ابراهیم رئیسی این جمله رو نوشتن که امروز به برکت انقلاب و جمهوری اسلامی 17 هزار مسجد 12 هزار ائمه جمعه و جماعت و صدها مرکز دینی اهل سنت در کشور یعنی به تصریح نوشتن اونها این اهل سنت رو گذاشتن حالا به حال ولی خب توی این بخش سخنرانی رئیسی که شنیدین الان اشاره اهل سنت نیست و انگار داره درباره کل مساجد صحبت میکنه ولی خب چون ما ملاک رو وبسایت رسمی ابراهیم رئیسی میذاریم چون در خیلی مواقع رؤسای جمهور ممکنه در بداهه که دارن چیزی رو میگن مفهوم درست رو نرسونه ولی وقتی خبر داره تنظیم میشه و منتشرش میکنن دقت بیشتری روش شده رو کلمه ها چه جوری گزینش بشه چون همه اینا ادیت میشه برای همین ما پس ملاک رو میذاریم که ایشون قصدش این بوده که داره درباره مساجد اهل سنت صحبت میکنه و اون رو ملاک قرار دادیم ولی خب این مهم بود که اشاره بکنیم که اون چیزی که گفته میشه و اون چیزی که نوشته شده در سایت رسمی و بعدا هم در همه رسانه های ایران رسمی ایران این موضوع درباره مساجد اهل سنت بوده حالا فارغ از این که اصلا آقای رئیسی منظورش چی باشه هر دو حالت این گفته نادرسته یعنی هم درباره کل مساجد هم درباره مساجد اهل سنت که اونم که قطعا اشتباهه اگه بخوایم به منابع رسمی خود ایران رجوع بکنیم بر گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور تعداد کل مساجد ایران بین 72 تا 79 هزار مسجد برآورد شده و از اون تعداد کل مساجد استانهای سنی نشین یعنی کل استانها به 10 هزار مسجد هم نمیرسه یعنی ما اون چند تا استانی که ساکنینش اکثریت سنی هستن اونا رو جمع بکنیم فرض بکنیم تمام مساجد اونا اصلا مال اهل سنت که اینطورم نیست تمامشون به ده هزار تام نمیرسن یعنی هیفته هزار از هر دو طرف نادرسته اونجوری که آقای رئیسی میگه یه مسئله دیگه هم مدارس علمیه بوده رئیسی میگه 450 مدرسه که حالا رسانه ها هم میگن گفته 450 مدرسه اهل تسنن اینم باید دقت بکنیم که تعداد حوزه های علمیه و مراکز تخصصی و فقهی تو ایران 1120 است مدودن. این آمار برآورد و آمار پایگاه دادای باز ایرانی که بر اساس دفترچه های انتخاب رشته و علمیه برای پذیرش روحانی و طلب واخوند توی اونها انقدر مرکز معرفی شده که پذیرش داشته عبت یعنی ممکنه بیشتر هم باشه ولی تو اون لیست نباشه ولی ممکنه بیشتر چه ممکنه یه ذره مثلا کمتر هم باشه ممکنه مثلا یه مرکز دو تا مثلا طبقه داشته باشه یه طبقه شون یه سری طلبه بگیره یه طبقه شون مثلا به اسم چیزی چون از این کارا ما می‌بینیم مثلا تو یه ساختمون مثلا حوزه علمیه حضرت ولی عصرعجل الله به حوزه علمیه امام زمان عجل الله مثلا دو تا مثلا حوزه بر خودش ممکنه اینجوری هم باشه ولی به هر حال 1120 تا مرکز پذیرش طلبه حداقل وجود داره امسال از اون ورم خب تعداد مدارس علمیه تو استان کردستان دوازده تا تو استان سیستان و بلوچستان 26 مدرسه علمی است که اگه این همه اینها رو هم مدارس اهل تسنن بدونیم باز هم به اون عدد 450 تا نمیرسیم که آقای رئیسی میفرمایند جالب اینه که تعداد کل پایگاه نماز جمعه هم درست نگفته دوفته آقای رئیسی گفته 2900 پایگاه وجود داره ولی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سال 98 گفته کل پایگاه اقامه نماز جمعه در ایران 900 پایگاهی که طبیعیه آخه کلا چند تا شهر مگه ما داریم هزار و خورده شهر که بیشتر وجود نه چه جوری 2900 تا هر شهرم دیگه مثلا 6 تا نماز جمعه که نداره که 2900 تا پایگاه نماز جمعه اونم همش برای اهل سنت که کلش همین 900 تا پایگاه هم هست که خودش هم خیلی عدد بزرگ و قابل توجهی کافی به نظر میرسه یعنی 2000 تا اضافی تقو دو 2000 تا اضافی آقای رئیسی گفته فهم کنه علتش چی بوده دستش به کم نمیره نه من واقعا بعد از این چک واقعا فهم کردم چرا چه اتفاقی افتاده که این عددها رو اعلام کرده چون مثلا ما یه کاری که همیشه میکنیم برای اینکه مراقب باشیم چیزی رو از دست نمیدیم موقع فکت چک کردن فرض رو بر این میگیریم که ما میخوایم اون گفته ای که داریم فکت چک میکنیم درست عذاب در به, صورت آمدانه میریم جوری میگردیم که مثلا حرف آقای رئیسی درست باشه یعنی می واقعا میریم یک کاری بکنیم انگار میخوایم که انگار ما تو تیم آقای رئیسیم و با هر بدبختی که شده میخوایم ثابت کنیم حرفش درسته وقتی این کار رو میکنیم باعث میشه که چیزی رو از دست ندیم باعث میشه که میگن سنگی رو نگردونده نذاریم همه جا رو نگاه کرده باشیم که وقتی به این نتیجه برسیم نادرسته مطمئن شدیم که ما همه جا رو گشتیم یعنی به قصد اینکه درست بوده حالا این ماجرا به همین شکلی بر همین اتوماتیک اینجوری فکر میکنیم که چرا آخه چرا چی شده که دو به 2900 پایگاه رسیده به جای مثلا 900 پایگاه یا تعداد مساجد انقدر از عددهای واقعی دوره من یه حدس بزنم ببین. خب یه،, یه چیزی داریم که بحث مظلومیت عدد رقم که عدد رقم ها رو ما خیلی برامون اهمیت نداره به لحاظ تاریخی تو م... ز... لول های مختلف همینجوری عددی رو پیش میاد میندازیم توی سطوح مختلف هم میندازیم این نه میاد ما مثلا این فرق داره این اینو اینو مشا... این عددا رو که خود رئیسی محاسبه نکرده خود رئیس هیچ رئیس جمهوری بهش گزارش هایی که میذارن جلوش و اونم تو سخنرانیاش میگه یا یه سخنرانی که یه نفر نوشته براش گزارش و کسایی که آماده کردن چه بسا اینجا رو این اتفاق افتاده باشه خب ما اینو میدونیم بعد توی زمینه ای ما داریم صحبت میکنیم که توی اون زمینه آمار مدون گزارش آماری مدون وجود نداره در زمینه پایش و آمایش مسجدها ما الان واقعا نمیدونیم مرکز رصد فرنگی کشور که کارش آماره میگه بین 70 تا 90 هزار بین 72 تا 79 هزار مسجد مثلا وجود داره اختلافی که داره میگه 5 هزار مسجده در کل جیران بعد اصلا کلا نهاد متولی آمارش و در واقع آمارگیری مساجد مشخص نیست ما مثلا میدونیم سازمان تبلیغات اسلامی دنبالشه میدونیم سازمان اوقاف دنبالشه میدونیم مرکز رسیدگی به مساجد مم. هستن میدونیم شهرداری بودجه پخش ولی همه اینها آمار درست درمونی دارن. مثلا یه مؤسسه ای به فرض ما برای همین که اومدیم نتایج طرح آمایش مساده که یه بنیادی به اسم بنیاد هدایت انجام داده اومدیم منتشر کردیم که این بنیاد هدایت با توجه به ریز آماراش به نظر میرسه که خیلی رفته واقعا شمرده که اونا 54770 تا مسجد و شمردند که از این تعداد 38294 تا مسجدش فعال بوده ببین حالا اینو مقایسه کن با آماری که مرکز رصد فرنگ... فرنگی فرنگی کشور داریم که ما اینجا با یه تعداد آماری با یه شلختگی با یه هرج و مرج عدد و رقم رو برو هستیم که اون وسط خیلی محتمل ممکنه کسی که داشته متن سخنرانی آقای رئیسی رو می نوشته حالا اگه متنی هم نوشته بشه اینا جالا جزیاتش رو نمیدونیم این متن سخنرانی رو می نوشته همینجوری یه چیزی یا یه جای شنیده ورداشته آورده گذاشته یا یه گوگلی کرده یه جایی یه چنین چیزی گفته شده و اینا عدد رقم اینقدر پرتن که واقعا آدم تعجب میکنه همین 2900 تا اهم حساب نکرده آقا بر اساس آخری تقسیمات کشوری تو تعداد کل شهرهای ما زیر 1600 تاست تا بعد وقت مثلا ایشون میگه که 2900 تا مثلا ما پایگاه نماز جمعه داریم خلاصه این واقعا من فکر میکنم حدس میزنم که این شلختگی به اضافه اون زمینه تاریخی که ما نسبت به عدد و رقم داریم به اضافه ای این شلختگی فکری که مخصوصا تشدید شده در سالهای اخیر اینا باعث شده که یه چنین اختلافات عجیب غریبی چنین یعنی ادعاهای آماری عجیب غریبی مطرح بشه که کارش به این شکل مثلا بیفته که اینقدر اختلاف داشته باشه با ولی اینکه اینکه شما میگی یه نفر از یه جایی شنیده و یه چیزی <تصفح> <تصفح> واقعا ما برامون ثابت شده که این اتفاق میفته یادت باشه ما چند سال پیش از یه نماینده مجلس برای فکچکی پرسیدیم که فلان حرف رو که زدی آمارش چیه و به ما جواب داد که من اینو توی یه ای شنیدم دقیقا یادت هست یا نالو بله بله آه... اسمشون هم نگیم خانم سلاشوری نه <تص> اسم خانم پرمان سلاشوری نگیم ولی آره دقیقا خانم سلاشوری به ما گفتن که من اینو شنیدم از توی جلسه ای اینو شنیدیم موضوع فکچکم هم درباره مهاجرت از خوزستان به سمت شمال کشور بود که گفته بودن 400 هزار نفر از خوزستان این حال مربوط به سال 97 حالا داریم صحبت البته فراد یه بحث دیگه هم هستش که ممکنه این احتمال نمیخوام حالا نیت خانی بکنیم اینا آدم همینجوری برای تست تحت تحت تاثیر قرار دادن مخاطب یه عدد گنده ای رو بگه و رد چه بره بعدم حالا کی عدد رو رفته شمرده حالا فاکنامه نامه الان تازه موجود ولی کی میره بهش میاره 2900 تا مسجد اصلا آدم حوصله داره بره پایگاه امام نماز جمعه اینا بشماره و این هم واقعیه یعنی این که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب بیان عددهای گنده بگن و اینا اصلا یه سابقه تاریخی خیلی زیادی داره من حالا بحث این مظلومیت عدد و رقم رو دنبال میکنم برام جالبه این قصه های کوهن و اینا رو گوش میدادم تو این پادکست قصه های شب اونجا خیلی جالب بود که مثلا توی هزار و یک شب توی سمک احیار توی, توی یه جمله مثلا یارو اومده نوشته که سه هزار نفر از این وفر اومدن دو هزار نفر از اون لشکر بهشون پیوستن یازده هزار نفر هم از اون لشکر و سر جمع شدن صد هزار نفر رفتن یعنی عددا تو <applause> یه دونه پاراگراف که یا تعریف کنه نمیخونه اصلا عدد اصلا معنی نداره منظور نداره یه هم مثلا میگه صد هزار نفر اومدن 80 هزار نفرشون کشته شدن پنج هزار نفر برگشتن یعنی اصلا این حساسیت به عدد یه چیز دیگه هم بود میگفتی کرور 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 آدم اومده میلیون میلیون آدم اومده حالا اصلا تو اون جغرافی هم اگه میلیون آدم میگنجیده حالا اینا چیزای قصه های تاریخی و اینا اصلا کاری نداریم اینا متون کهنه ولی تو همین دنیای معاصر هم اگه یه ذره بگردیم از این عددایی که رو هوا میان ول میشن میرن جلو و برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب یا چیزی عدد گنده میشن اقراق میشن از این چیزها کم نمیبینیم و تاثیرم داره مخصوصا وقتی از زبان رئیس جمهور بیان میشه تبدیل به فکت میشه اتوماتیک در همه جای دنیا به این خاطر تبدیل به فکت میشه که خب سندیت داره مرجعیت داره مسئول اداره کشور نقل قول میشه الان شما همین عددی که ما گفتیم رو حداقل فکر میکنم تو سه چهار خبرگزاری حال بجو سایت رسمی سه چهار تا خبرگزاری بزرگ اگه نه همشون حالا عینا همین رو کپی کردن اینا همه تبدیل میشه اینا ثبت شد بل. اینا هم که هیچ وقت ماشاءالله تو ایران هم که هیچ وقت تصی نمیشه هیچی اینو پنج نمیدونم هفت سال هشت سال ده سال دیگه چل سال دیگه هم نگاه کنم میگن در سال 1400 فلان انقدر مسجد بوده و استناد میکنن بهش بله خلاصه این تأثیر که میذاره یعنی تأثیرشو میذاره تأثیرشو میذاره و به این راحتی حالا با یه فکچک چک فکت نامه بود نمیدونم دو نفر دیگه بخوان عدد محاسبه بکنن و اعلام بکنن که این عدد درسته واقعا نمیتونه رقابت کنه با تأثیری که همون موقع حرف رئیس شمور میذاره ولی ما فکت میکنیم <applause> ما, ما که قطعا ما فکت <applause> ما این هفته تو سایت فکنامه دو تا فکچک مربوط به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در ایران داشتیم که هر دو رو هم ایسا زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود اولی درباره استفاده از سکوهای داخلی یا همون فارسی پلتفرم هاست پلتفرم های داخلی بود ایشون گفته بود که در حال حاضر بیش از 60 درصد مردم برای ارتباطات خود از سکوهای داخلی استفاده میکنند این حرف از ما نشان گمراه کننده گرفت البته آقای زارپور قبلا هم صحبت های شبیه این رو مطرح کرده بود تعداد کاربران میلیونی پیام ها و سرویس های داخلی رو اعلام کرده بود و گفته بود مثلا امیدواریم این مسیر تا پیوستن بقیه مردم هم ادامه داشته باشه بله مثلا انتخابی وجود داره که حالا مثلا بگن که مردم بیان بپیوندین به, به همه به کدوم پیام رسان دلتون میخواد بپیوندین داخلی باشه خارجی در حال که خب واضحه تو ایران مسئله فیلترینگ نقش بسیار مهم و موثری داره ما البته به خاطر اینکه فیلترینگ ش... به خاطر همین فیلترینگ شدیدی که در ایران وجود داره نمیدونیم آمار واقعی کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی داخل ایران چقدره ولی گزارش هستش که بخشی از واقعیت رو نشون میده مثلا در گزارش سال 1401 یک دانت اونجا اومده که میزان استفاده مردم از فیلتر شکن در واقع اونقدر گسترده است که یه بازاری نزدیک به 20 هزار میلیارد تومن داره از طرف دیگه خب اغلب این پیام های داخلی هم که درست شدن اینا چند منظوره هستن خدمات چند منظوره ارائه میدن خدمات بانکی میدن پرداخت قبض نمیدونم خرید اینترنتی اینا یعنی مردم بسیاریشون برای امورات روزمرهشون چاره ای ندارن برن سراغ این پلتفرم های داخلی یعنی عملا فیلترینگ و بستن و محدود کردن راهها برای خیلی از مردم چاره ای به جز مراجعه از سر اجبار به پلتفرم ها نمیگذاره یعنی غیر از این که پیام های خارجی فیلترن امکان استفاده از امکاناتشون هم در ایران وجود نداره. بله بله اتفاقا تو همون گزارش یکتانت به این هم ذکر شده که این مسئله خرید اینترنتی خدمات بانکی پرداخت قبوزی کارهای روزمره اینا جز مهمترین دلایل بخش زیادی از مردمه که از اینترنت استفاده کنه حالا وقتی شما همه جا رو میبندی و مجبور میکنی یه جای فقط راه به پلتفرم‌های داخلی رو باز میذاری که این کارا رو انجام بدن خب مردم مجبور میشن از سر اجبار مجبور میشن برن استفاده بکنن و چاره دیگه ندارن ما هم به همین دلیل به این صحبت آقای زارپور وزیر ارتباطات نشان گمراه کننده دادیم چون حالا نمیتونیم خطی تایید بکنیم که حالا چند درصد رفتن رو پلتفرم ولی این گفته در هر صورت حتی اگه فرض رو بر صحتش بذاریم به گونه‌ای بیان شده که بر فکت و واقعیت مهمی سر پوش بذاره و اونم این که مردم چاره ای ندارن جز اینکه برن خیلی وقتا از پیام رسان داخلی استفاده چون بخوام پیام رسان خارجی استفاده کنم که بعد فیلترینگ دور بزنن که اونم کار ارز ارزون و آسونی نیست اونورم به هر حال خدمات جانبی توی اپ خارجی وجود نداره و این رو هم نکته ای که باید در نظر بگیریم و بهش توجه کنیم این هفته یه نشان غیر قابل اثبات هم دادیم به آقای ایسا زارپور و اونم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که ایشون دربارش گفته بود که 60 درصد پیشرفت داشته این عدد خب هر چند وقت یک بار اعلام میشه مثلا محمد جواد آذری که وزیر قبل از آقای زارپور بود دوره کاریش به عنوان وزیر ارتباطات گفته بود که این عدد به 80 درصد رسیده زمان روی کار اومدن دولت رئیسی این عدد سی تا سی و پنگ درصد اعلام شده بود زارپورم هم وعده داده بود که این پروژه رو در چهار سال اول وزارتش به سرانجام انجام میرسونه حالا ما رو مطلبی که رو سایت هم گذاشتیم لینک ها رو آ... لینک ها هستن اونجا قابل دسترسی هستن منابعی که ازشون استفاده کردیم سعی کردیم نشون بدیم که چقدر عدد اعلام شده درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آقا فراد اینجا بعد بس عدد همینجوری عدد اینا هم همون کانسپت عدد دیگه عدد بده واقعا همونه مثلا دی 1401 گفتن که تحقق 60 درصدی توسعه شبکه ملی اطلاعات یه مو بعدش گزارشی هست که میگه پیشرفت پروژه 57 درصد بوده خود رئیسی هم 60 درصد رو اردیبهشت امسال مطرح کرد ولی حالا ما رفتیم سراغ خود این پروژه پروژه شبکه ملی اطلاعات که افکار عمومی به اسم اینترنت ملی میشناسنش این از سال 1380 شروع شد تو دهه 1390 مرکز ملی فضای مجازی به ریاست ابوالحسن فیروزآبادی خیلی تلاش کرد که خدمات پایه و محتوا رو هم به دوش وزارت ارتباطات بذاره بعد از کنارگیری ابوالحسن فیروزآبادی محمد امین آقامیری که معاون زارپور پور بود تو این وزارت خونه میرسه میره میشه رئیس مرکز ملی فضای مجازی زارپور و آقا و تعداد حالا دیگه از مدیران بخش یعنی مدیران رد بالای آی سی تی کشور همگی از نزدیکان شاگردای رسول جلیلی هم البته آقا رسول جلیلی همین الان در حال حاضر رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم با همه حواشی که در حال حاضر داره هستش سال هاست به عنوان به عنوان نماینده علی خامنه ای به عنوان نماینده یعنی شخص منصوب در شورای عالی فضای مجازی هست نقش آفرینی میکنه واقعا جز نظریه پردازان محدودیت اینترنت در ایران هستش نقش بسیار گسترده ای داره خب تو اینترنت آباد پروفایل داره چند وقت پیش هم که ما داشتیم اینجا درباره بحث پیمانکاران فیلترینگ در ایران صحبت میکردیم به روابط نزدیک شرکت یافتار که یکی از پیمانکاران فیلترینگ با رسول جدیدی جل داشتیم صحبت میکردیم که شرکتش چجوری افراد یافتار با, ش... با شرکت هایی که زیر نظر رسول جلیلی اداره میشن ارتباط دارن و به حال آقای جلیلی جزء جزء فهرست تحریم های آمریکا هم قرار گرفته به خاطر اقداماتی که به هر حال ید طولایی داره در محدودیت اینترنت در ایران در توسعه در, در واقع نظریه پردازی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اینترنت ملی و به هر حال آدم مهمی هستش و تاثیر گذاره در این و خب معروفه که متعلق به یه جریانی به اسم که معروفه به اسم جمعیت فضای مجازی پاک یا هولدینگ نامدار مشهوره حالا در حال اینا رو گفتیم که نشون بدیم که نهاد سفارش دهنده یعنی شورای عالی فضای مجازی نهاد اجرا کننده یعنی وزارت ارتباطات و نهاد بازرس و پایشگر یعنی مرکز ملی فضای مجازی به طور مشخص همه با هم در ارتباطن و در یک مجموعه یک مجموعه اینا دارن کنترل میشن و خب این منافع مشترک زیادی هم دارن که خب مسئله تضاد منافع هم اینجا زیاد میشه حالا به هر ولی ما نمیدونیم دقیقا یعنی به قطعیت نمیدونیم کدوم یکی از این عددهایی که آقا مطرح شده 60 درصد 30 درصد 40 واقعا هیچ کی نمیدونه کدومش درست همش میتونه باشه و ما اینجور مواقع از نشان غیر قابل اثبات استفاده میکنیم صرف نظر از این اطلاعات خیلی مفیدی که توی این فکت چک ما بهش دست پیدا کردیم اطلاعات جالبی که دیدیم ولی این گفته ای که گفته بود که چند درصد گفته بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات 60 درصده این گفته از ما نشان غیر قابل اثبات گرفت آره فکت هایی که نشان غیر قابل اثبات دارن فکر کنم خیلی جذاب نباشن برای مخاطبا ولی معمولا اینجوریه که افراد ممکن فکر کنن که اطلاعاتی وجود نداره برای همین چیزی خاصی تو اون فکچک گفته نشده در صورتی که برعکس مثلا نمونهش همین فکچک زارپور یه فکچک از طولانی ترین فکچک ها این جزه این پر از اطلاعات خوب همجور که شما گفتی ولی در نهایت اون اطلاعات ما رو به اون نتیجه نهایی, نهایی نمیرسونه وگرنه اطلاعات زیادی رو توش گفته میشه که ماجرا رو خیلی خوب میتونه ترسیم کنه که تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم خب آقا فراد اول پادکست قول دادیم ما یه فکته که ورزش قدرتی داریم اونم درباره حسین رضازات اونا بگو برامون ماجرا چیه این فکته که آخر رو یه مروری برامون بکن سریع البته هنوز که الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم مطلب روی سایت نرفته هنوز ولی بررسی رو انجام دادیم و به نتیجه هم رسیدیم که ماجرا از چه قراره این فکت چک رو یعنی سوژه رو یکی از مخاطبا برامون فرستادن یه پست اینستاگرامی از ایوار فرهادی آقای فرهادی خب خودش فعال سیاسی معرفی میکنه و خیلی هم تو توییتر و اینستاگرام دنبال کننده داره ایشون یه ویدیوی وزنه برداری منتشر کرده که خب یه ویدیو قدیمیه تو هم نوشته آیا می دانستید؟ حسین رزازاده هرگز رکورددار وزن برداری نبوده است و برخلاف تصور عموم این تالخادزه گرجستانی نبود که رکورد او را شکست بلکه در سال 1988 یک ورزشکار اهل اتحاد جماهیر شوروی سابق با مهار وزنه 266 کیلوگرمی در حرکت دو ضرب رکورددار وزنهبرداری جهان بود و بعدش هم میگه که خب حکومت ایران میخواسته وانمود کنه رزازاده رکورد, ج... رکورد جهان رو جابجا کرده و صاحب رکورد چون جمهوری اسلامی به یک ورزشکار خودی که با واژه رکورددار تمام رکورددار تمام ادوار وزنه‌برداری برای خامنه ای چاپلوسی کند احتیاج داشت خب این برای ما خیلی جالب شد که این واقعا این گفته درسته یا نه چون خب تصور هممون هم اینه که حسین رضازاده رکورددار بوده و سالها حال به جز این اواخر هم یه فکت قبول شده و واضح بوده برای همه رفتیم جلوتر دیدیم که این حرف میشه گفت نیمه درسته حرف آقای فرهادی مسئله البته پیچیده است دا. اما خب آره همین جوری که میگی خیلی از ما حداقل توی تحریریه ما من آقا فرهاد آقا افش همه تصورمون این بودیش که وقتی که رزوزات قهرمان جهان شد اون سنگین ترین وزنه تاریخ رو اون موقع فکر میکردیم که برداشته بوده ولی واقعا اینجوری نیست واقعیت اینه که در سال 1988 لونید تاراننکو که یه وزن بردار استورهی و موقع عضو تیم اتحاد جمعه شوروی بود اون موقع 266 رو برده بود بالا و تو دو, دو در واقع زده بود این وزنه رو رضا زاده خب توی المپیک 2004 آتن 263 کیلو رو بالا برده بود و به هر حال یعنی 3 کیلو کمتره اما حالا پیچیدگی مسئله کجاست بحث بحث وزن کشی ها توی وزن برداریه که چند بار در طول تاریخ تغییر کرده یعنی اون موقعی که رضا زاده رکورد زد واقعا رکورد زد همه جام نوشتن رکورد زد فدراسیون وزن وداری جهان هم گفت رکورد زده خیلی جاهای چنین چیزی اما شده ولی بحث کشی نکته اینه که وزکشی چند بار تغییر کرده مثلا از سال 1973 تا 1992 یه وزنی بوده به اسم بالای 110 کیلوگرم که ورزشکارا باید تو اون وزن می بودن اون آقای تاراننکو که مال شوروی وزن میکرد اون مال سال 88 توی همین وزن بالای 110 کیلوگرم بوده و رکورد رو اونجا زده بود ولی بعد از سال 93 وزکشی ها تغییر میکنه تا سال 97 بعد دوباره از 98 تا 2018 وزکشی بعد از 2018 بعد میشه اتفاقی که افتاده اینه که رزازاده رکوردی که زده در سال 2004 در مثبت 105 رکورد جهانه تو همین بعد از سال 2018 که تغییر میکنه دوباره میشه وزنا وزنا تغییر میکنه میشه 2000 و... میشه بالای 109 کیلوگرم رکورد جهان رو میزنه بعدش هم تا سال 2021 که تالا خادزه که حالا دیگه همه احتمالا شنیدیم اون از گرجستان میاد و همه رکوردهای دیگر رو جابجا جا میکنه هم مال رزازاده رو میزنه هم رکورد تاراننکو رو دیگه کلا دیگه جایی برای تردید و وزگشی و اینا باقی نمیزنه بنابراین همون جور که مثل همون که رکورد تاراننکو در 1988 بایگانی شده و کنار گذاشته شده الان رکورد رزازاده هم همین اتفاق براش افتاده یعنی رکوردش سال 2018 برای همیشه به نامش ثبت میشه چون روش وزکشی اصلا عوض میشه و میذارنش کنار اما اگه بخوایم بریم در ادوار نگاه کنیم در طول دورانی که وزن برداری آمارش ثبت شده و رکوردها گرفته شده رزازاده سنگین ترین وزنه جهان رو بالای سر نبرده تا پیش از این قبل از رزازاده یعنی یه ورزشکار از شوروی همون تاراننکو این کار کرده بوده با 266 کیلوگرم و, و, کیلو و همونطور که الان خودت گفتی رزاد همون هم دیگه در سال 2019 توسط تالخاتسه شکسته شد که 270 کیلو 270 کیلو برده بالا سرش و تازه جوون هم از تو اول راه و ممکنه از این هم بالاتر بره برای همین این این ریزکاری مهمه تو این قضیه که رکورددار نبوده یا نبوده طبق قوانین فدراسیون جهانی بله رکورددار بوده بر اساس اون محاسباتی که در اون مقطع زمانی انجام میدادن ولی اگه بخوایم در طول تاریخ مدرن نگاه بکنیم وزن برداری رو بله سنگین ترین وزنه رو نبرده بالای سرش رضازاده آقا افشین اتاق فرمان همین الان گفتش که این آقای تالا رکوردی که ثبت شده 267 ه که بازم البته از همه آه. بالاتره ولی اون 270 دی که من گفتم اونو یه جایی یعنی ثبت رسمی نشده اون ولی از عده واقعا اون 270 هم برده مدارک و مستندات و فیلم و اینا هم ظاهرا داره ولی 270 کیلو خیلی زیاده 267 کیلو هم خیلی زیاده 263 کیلویی که رزا زده واقعا خیلی زیاده ولی نکته اینا آقا فراد اینکه که ما قبل از اینکه اینو فکر کنیم حداقل تو پیش خود ما تحریریه ما اما اون فکر میکردیم اون لحظه قوی ترین ای بوده که تا حالا بالا سر آدم رفته و ثبت شده ولی بله. جالب بود که این فکت چک رو که انجام دادیم فهمیدیم اون نبوده اصلا از این ریزکاری هم خبر نداشتیم که این چه قص... قصه قصایی باشده که اینا بایگانی میشن بعد نمیدونم اون توی مقطعی حالا وزنکشی عوض میشه رکوردها تعاریفشون عوض میشه این بالاخره است جالبی بود که هم تو تحقیقایی که کردیم و هم خب قبلا قبل از ما هم نوشتن مثلا آقای مهتی رستنپور نگار ورزشی یه پست خیلی واضح و خوبی رو درباره همین رو تلگرامش گذاشته قبلا که حالا ما تو مطلبمون بهش اشاره میکنیم یعنی اون هم به ما خیلی کمک کرد این مطلبشون و خلاصه از اون موضوعات جالبی بود که چیزی یاد گرفتیم از دیروز تا حالا جالب بود <applause> خب این هفته هم مثل هفته های قبل دوستان لطف کردن برای ما کامنت گذاشتن پارسا، آرش، ریحانه، نسیم، بهاره، داریوش، امیر، مرتزا، احسان، میرا، جی جی و یاسی لطف داشتن و برای ما کامنت گذاشتن بعضی آم دوستان به ماجره جو 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 کامنت گذاشتن خندیده بودن و با شوخی کرده بودن اگر یکی از دوستان با مزه نوشته بود نمیشد هفته پیش آقا افشین نبود شما خودتون رو قشنگ دیگه راحت ول کرده بودن جو 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 خاطره اونا درست درستم میگفت نه دیگه آقا افشین بودم هم اینو میگفتی مدیر پ... آخه معلم پرورشی من همیشه فقط یاد اون نیست نه دقیقا تو گوشم میگفت نگین اینو چیزی که تماش کنیم برین جلو الان می برین نه میگه بریم برین جلو نه نه بریم محمدی کامنت گذاشته که نظرم مهمه که دربارش حرف بزنیم گفته چقدر به مطالبی که ما میفرستیم اهمیت میدید تقریبا از چیزهایی که براتون فرستادم هیچ کدومشون رو فکت چک نکردیم یه چکی باید بکنیم با ببینیم موضوعاتی که فرستادن واقعا چی بوده واقعا ما یه توانایی محدودی برای فکر کردن داریم به اضافه اینکه همه موضوعات هم که خیلی وقتا تجربه نشون داده خیلی از موضوعات با همه اهمیتی که دارن قابل فکر چک هم نیستن من حالا ندیدم که دقیقا چه مواردی رو قبلا محمد آقا پیشنهاد داده بودن اما واقعا ما با توجه به موضوعاتی که مطرح میشه با توجه به اینکه آیا قابل فکر چک هستن یا نیستن و آیا چه اهمیتی داره فکر کردنشون چه بردی داشته اون اطلاعات نادرستی که پخش شده داریم که آقا شما شاید بهتر بتونید توضیح بدی که سوژه هایی که میخوایم فکت بکنیم و چه جوری انتخاب میکنیم یه ذره سخته و اصلا ما به خاطر همین با داریم فکر میکنیم که یه چه راههایی پیدا کنیم که اولویت بندیمون درباره سوژه ها رو دقیقتر و بهتر کنیم کارآمدتر کنیم مثلا ببینید سوژه هایی که یا گفته های مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی اولویت دارن چرا اولویت دارن چون خب نقششون بیشتره باید پاسخگو باشن تاثیرش بیشتره تاثیر حرفی که میزنه رئیسشون تو این اپیزود هم گفتیم دیگه حرفی که یه مقام عالی رتبه میزنه خب خیلی باستاب بیشتری داره تا یه نفر روی سوشال میدیا آدم عادی برای همین ما باید به اون اولویت بدیم بعضی سوژه ها اهمیت خبری داره که همه دارن دربارهش حرف میزنن به سرعت داره پخش میشه و ما باید وارد بشیم و یعنی کار کنیم روش اهمیت داره برای باید به با اون اولویت بدیم خب این به این معنیه که ما تیم محدودی رو که داریم باید صرف یه سری سوژه دیگه بکنیم و به خاطر همین یه سری سوژه رو باید از بذاریم کنار ولی یعنی ما سعیمون اینه که بر یه سری ملاک هایی که داریم این سوژه ها رو رتبه بندی کنیم اگر یه روزی تیممون بزرگتر شد و فرصت اینو داشتیم که بی بیش فکچک های بیشتری بپردازیم خب اون موقع خیلی بهتره ولی الان یه ذره مجب... متاسفانه باید تمرکزمون رو بذاریم یه سری کارهای به خصوص بعدم که خب میدونیم ما مستند میسازیم اخیرا خیلی وقتگیره، این هم یه شده مزیده بر علت یعنی برای اون کاری که ما مستندایی که میسازیم خب باید هفته ها وقت بذاریم بعضی از بچه ها مثلا خود رضا اینجا مثلا ممکن یه هفته درگیر فقط کار مستند باشه خب این به این معنیه که ما رضا رو برای نوشتن فکچک چک نداریم و خب این تاثیر میذاره رو سوژه هایی که انتخاب میکنیم امیدوارم جواب قانع کننده باشه اگر شما راه بهتری سراغ دارید یا پیشنهادی دارید که بشه بهترین استفاده رو کرد یا مهمترین فکت ها رو از دست نداد اینو حالا با ما در میون بذاریم من خودم هم دارم فکر میکنم یه ایدهایی داریم ولی اگه شما هم ایده ای دارید که این کار رو به توی ما بهتر بکنیم خوشحال میشیم که ما پیشنهاد بدیم ولی به هر حال فکت چکینگ بحث عمومیه که همه باید انجام بدن اصلا بخشی از این کارهایی که محتوای آموزشی که ما ساختیم برای همین گسترش دانش عمومی و خیلی خوشحالیم و این اتفاق هم داره میفته خیلی ها دارن این کار رو انجام میدن افراد تردید میکنن در, در درستی و نادرستی مسائلی که مطرح میشه اما من تشکر میکنم از محمد آقا که برامون الان کامنت رو این گذاشتن با اینکه گلایم کردن ولی ازشون ممنونم که قبلا برامون سوژه فرستادن این مهمترین منبع تغذیه ما که سوژه ها رو میگیریم و فرکچک چک میکنیم در حال حاضر به جرات میتونم بگم که سوژه هایی که طرف مخاطبا برامون میاد شما میفرستین خیلی هاشو نمیرسیم خیلی هاشو نمیشه فرکچک چک کرد خیلی هاشو. ولی با این حال اکثر فکر هایی که ما انجام دادیم فکر هایی که مخاطبای خوبمون برامون فرستادن بازم برامون بفرستید و بفرستید اینو به این خاطر میگم که حتی اگر دیدید سوژه ممکنه خب اهمیت خبری نداشته باشه شما بازم بفرستید چرا چون وقتی یوم مثلا میبینیم چهار نفر یه سوژه رو فرستادن این تو تحریریه ما به،, اون مطلب اولویت میده حتی اگر سوژه خبری نباشه حتی سوژه ای باشه که به قول آقا سوژه مبتزل باشه سوژه زرد ولی خیلی وقتا همین سوژه هایی که ب... ما بهش حالا ممکنه بگیم زرد یا خودتون فکر کنید زرده یا فانه یا مثلا یه مثلا ویدیوی معروفیتونه که یه خیلی وقت مدت هاست پخش میشه ویدیوی ماه قول که طولو میکنه و میره تو آسمون به سرعت داره حرکت میکنه و اونور غروب میکنه خب اینو ممکنه بگی خب این الان برای کی اهمیت داره یا برای ولی همین هم اهمیت میتونه داشته باشه به خاطر اینکه بسیاری از این پیجایی که این اه... اینجور ویدیوها و اینطور تصاویر رو منتشر میکنن هدفشون اصلا گرفتن انگیجمنت و این انگیجمنت ها تو سوشال میدیا در نهایت براشون تبدیل به درآمد میشه و این اصلا یه روشیه که خب خیلی ها پیش میگیرن یه سری حساب ها هستن که اینجور چیزها رو منتشر میکنن و به حال پرداختن به اونا میتونه مهم باشه و وقتی ما ببینیم چند نفر این رو منت... برای ما فرستادن این خود به خود بهش به اون سوژه وزن بیشتری میده تو تحریریه برای همین خیلی ممنونیم از محمد و همه دوستانی که برای ما سوژه میفرستن و ما هم سعی کردیم های مختلفی رو داشته باشیم برای سوژه گرفتن از مخاطب همه جا میتونید بفرستید هم اینستاگرام هم بات تلگرام داریم که میتونید بفرستید هم کانال چت تلگرام داریم که میتونید بفرستید توییتر رو اگه جایی تو توییتر دیدید فقط کافیه ما رو منشن کنید مثلا یه اتفک نامه بزنید ما میبینیم و همین دیگه خیلی ممنون امیدوارم که این توضیحات قانع کننده بوده باشه کامنت بعدی که بد نیست بخونیم کامنت محیدینه مخاطبش هم منم تقریبا اینکه رکود علمی دستاویز اقراض سیاسی شده شکی نیست اما اینکه آقا فرهاد با تعجب و تاکید میگه حتی رئیس رئیس دانشکده رئیس هم داشتیم خیلی جالبه انگار فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه و مسئولین اجرایی بر اساس پیشرفت علمی است من فرد نامبرده را نمیشناسم اما مثالهای بسیاری سراغ دارم که میشه سمبل رکود علمی معرفیشون کرد که رئیس هم بودن یا هستن خب اینم حالا اول من بگم خیلی جالبه که مخاطبامون هم به من و شما آقا رضا آقا فرات میگن خیلی... خیلی لطف داره خوبه اینو جا بندازیم همه به هم بگیم آقا رضا فرات او... نه او خانم آقای آن آن. <تصفح> اه... آقا به اومدینی نیه نکته یه که خب جالبه ب... ب... از این زاویه بهش نگاه نکرده بودیم بهارم برای اون کامنت گذاشته بود درباره عوض شدن اسم توییتر که نوشته بود برای ما ایرانی ها مثل عوض شدن اسم خیابونه ها صد بار دیگه هم اسمش عوض شد وقی نمی نهیم برامون همچنان توییتره آخه دفعه پیش من گفتم مخواستم بگم ما رو در توییتر میتونید پیدا کنید گفتم توییتر یا اکس ام اکس یا توییتر سابق واقعا نکته با من زیاره همینطوره آره. خب اینم از کامنت ها و اپیزود 128م خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوید هفته دیگه سالگرد کشته شدن محسا امینیه و ما سعی میکنیم که تقریبا یه اپیزود ویژه‌ای داشته باشیم آماده کنیم براتون با این موضوع و اتفاقایی که بعدش افتاده از زاویه خب کار خودمون فکت چکینگ و اطلاعات نادرست و پخش شدن دیس در طول دوران اعتراضات چه برای اپیزود بعد چه کلا درباره اپیزود اپی همه کلا پادکست ما اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کست باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام تردز یا توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید میتونید بهشون بگید که برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که بهش پادکست گوش میدن جستجو کنن ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگراممون و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهتر دسترسی بهش داشته باشید هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و کارهای مربوط به تولید پادکست رو هم افشین صدری انجام میده که در واقع میکندش تهییه کننده پادکست آدرس سایت ما هم از فکنامه دات کام. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار